شیوار خود این محصولات همچون اجتماعیت یافتن ویژگی طبیعی چیزها نمایان میسازد، یعنی مخفی میکنه که کالاها محصول کارن و هیچ چیز طبیعی درشون نیست. طبیعی به مثابه همون ابژه مستقل و بیرون از سوژه، اینجا طبیعت رو یا امر طبیعی رو به این معنا ببینیم. و از همین رو رابطه اجتماعی تولید کنندگان را با کل کار، این توضیح جمله سومه که همون خط دوم پاراگراف اول داشت توضیح میداد. و از همین رو رابطه اجتماعی تولید کنندگان را با کل کار به صورت رابطه اجتماعی بین اشیا که خارج از انسان وجود دارند، شی که میگه، طبیعت که میگه، ابژه که میگه، همه اینها در یک کلام تعریفش اینه، به مثابه چیزی که خارج از انسان مستقل از آن وجود داره و نسبتش با سوژه فعال انسانی که از مجرای کار داره اونها میسازه یا دست کم داره تغییر شکلشو میده رو قطع میکنه، در نظرشان جلوه میدهد. بنابراین این 4-5 خط پاراگراف دوم چیزی جز بازنویسیه تعریف اول و تعریف سوم نیست، یعنی یک و سه رو صرفا داره توضیح میده. از طریق این جایگزینیست، کلمه‌اش رو خودش به کار برد، جایگزینی، یادتونه گفته بود که چی؟ صفحه 92 خط 2، سه چیز شکل تازه‌ای پیدا میکنن، شکل تازه پیدا میکنند. از طریق این جایگزینیست که، پس ما با یه جایگزینی اینجا سرکار داریم، میگه چی داره جای چی رو میگیره؟ از طریق این جایگزینی است که محصولات کار به کالا، به چیزی محسوس اما فراسوی حواس یا به چیزی اجتماعی بدل میشه. نمیدونم، بعید میدونم اینجا اجتماعی به مثابه طبیعت ثانوی به معنای هگل یک کلمش نیست. به سادگی داره میگه که کالا محصول یک فرایند اجتماعی، خیلی ساده داره میگه کالا فقط میتونسته از دل یه شیوه تولید کالای محصول نوعی از تقسیم کاره به مثابه سازمانیابی خود کار. به همین طریق تأثیری که یک شی بر عصب بینایی میگذارد نه همچون تحریک عصب انسان، بلکه همچون شکل عینی چیزی خارج از چشم نمودار میشود. البته در عمل دیدن خودشان به نظرم فهمید که مثالی که زده مثال بی خودیه، خیلی مثال بی خودیه، مثال دیدن که در دیدن محصول تحریک قوای بینایی ماست، ولی به نظر من میاد که یه شیء خارجی اون بیرون هست، ولی خودش میگه البته در عمل دیدن واقعا یه چیزی اون بیرون هست، ولی خب خودشو باز میتابونه در به اصطلاح قوای حسی ما. البته در عمل دیدن نور واقعا از چیزی، از شیء خارجی به چیزی دیگری، یعنی چشم انتقال میابد. این یک رابطه فیزیکی بین اشیاء فیزیکی است. برعکس شکل کالا و رابطه ارزشی محصولات کار که این شکل در قالب آن نمایان می شود مطلقاً هیچ ربطی به ماهیت طبیعی کالا و مناسبات شیوار برآمده از آن ندارد. شکل کالا هیچ ربطی به ماهیت طبیعی کالا و مناسبات شیوار برآمده از آن ندارد. این خیلی مهمه. البته پیشتر هم می دونستیم که تا جایی که کالا از حیث ارزشش برای ما مهمه ربطی به ویژگی های طبیعیش نده، به تمام مسئله بر سر کار انسان. این بسیار نکته مهمی، وقتی به یک کالا از حیث، از چشم، از منظر ارزشش مینگرید، یعنی که فقط براتون مهمه که این کالا تا چه پایه، تا چه مقدار محصول کار انسانیه. ارزش کالاها ما رو مستقیما به کار انسانی در مقام برسازنده کالاها پرتاب میکنه، ولی این در صورتیه که در شرایطی که کالاها به چشم ما بتواره شدن، این بتوارگی دقیقا چیزی رو که مخفی میکنه کار گنجیده در کالاهاست. تنها رابطه اجتماعی معین
خود انسان هاست که در اینجا و نزد آنان شکل شبهوار رابطه اشیا را به خود گرفته است. بنابراین برای یافتن همانندی ها یا تمثیل از این دست باید گریزی به وادی محالود مذهب بزن. یعنی دوباره ما رو پرتاب میکنه به مارکس جوان، مارکسی که یه جوری کارش رو اصلا از یا هگلیان جوان که اولین صورت بیگانگی که براشون جدی شد بیگانگی مذهبی بود یا بیگانگی در عرصه مذهب. آنجا آفریده های سر انسان، باز این چیز سر، آفریده های سر انسان همچون پیکره های قائم به ذات نمودار میشن. یعنی دین برای چیزی که ربطی به دین داره ظاهراً قائم به ذاته در دین، یعنی جای سوژه عوض میشه دیگه. ایران چیزی که ابژه است چون خدا ابژه است، محصول کنش های انسانیه، محصول فعالیت های روانشناختی مغزه، جای سوژه رو میگیره. سوژه در مقام کنشگر، آفریننده، چه میدونم خالق، هر چی شما اسمش بذارید، که گویی حیاتی از آن خیش داره و با یکدیگر و با انسان ها در رابطه‌اند، چنینند محصولات دست انسان ها در جهان کالا. یعنی دقیقا همون اتفاقی که داره در عرصه دین میفته یا در عرصه بیگانگی مذهبی میفته، همون اتفاق رو شما در جهان کالاها هم باهاش سرکار دارید. برای همینه که میگه بوت، مثلا بوت، بوت وار، بوت چیه؟ آره دیگه، ساده ترین تعریفی که تو ذهن هممون هست اینه که شما در برابر اون چیزی که خود در محصول دست انسانیه تکریمش میکنی، یعنی اون برای شما حاکم میشه، چیزی که عملا قرار بوده که با عکسش. وقتی میگم جدای سوژه و ابژه یعنی همین، برابر یعنی باید یه تبصرم بزنم دیگه. بتواریگی فقط جدای سوژه از ابژه نیست، یه چیزی بیشتر هم هست. بله بله، جدایی سوژه از ابژه و سلطه رابطه، این سلطه این رابطه وارونه شده است. یعنی نه تنها این دو تا از هم جدا میشن، سوژه که خود ابژه رو ساخته از ابژه خودش جدا میشه دیگه، اون ابژه بهش تعلق نداره، انگار حیات مستقل خودش داره، بلکه این ابژه مستقل میزنه دهن این سوژه رو سرویس میکنه. یعنی اوست که قدرت پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه، امر و نهی میکنه. کاملا این رابطه هم برعکس میشه و هم تضادآمیز میشه. بذارید از این تعبیر استفاده کنم، ما با یه جور وارونگی آنتاگونیستی مواجه میشیم در بتواریک. این به نظرم تعبیر خوبیه، وارونگی آنتاگونیستی. یعنی چی؟ یعنی رابطه سوژه ابژه وارونه میشه، برعکس میشه و آنتاگونیستی، تضادآمیز و خصونت آمیز میشه. به نظرم این تعریف بدی نیست برای الینیشن یا فتیشیزم. چنینن محصولات دست انسان ها در جهان کالا، من این را بتوارگی می نامم، خصلتی که به محض تولید محصولات کار به مسابه کالا، به محض اینکه محصول کار یا محصولات کار به کالا تبدیل می شن، خصلت را به مسابه یک حاله، به مسابه شبه دور کالاها رو می گیره و این حاله باعث میشه که نگه نقش این حاله، این حاله مثل یه حجاب اصلا، حاله که دور کالا رو میگیره مثل یه حجابی عمل میکنه که انگار نمیذاره کالا آن چیز که به واقع هست خودشو نشون بده. یک، مثلا محصول انسانی، دو، به مسابه زمان کار صرف شده براش، و سه، به مسابه چی؟ محصول یک رابطه اجتماعی بین کسراتی از تولید کنندگان در دل یک سازمان اجتماعی کار که ما اسمش رو زدیم اون تقسیم کار اجتماعی را. بنابراین از تولید کالای جدای ناپذیر است، میگه بتوارگی کالای از خصلت تولید کالای اجتماع ناپذیر. این باهاشه، انگار یه جور حفاظ ایدولوژی کشه بتوارگی، یعنی شیوه تولید بورژوایی، شیوه تولید کالای با این رازواره کردن خودش، با بتوار نمایاندن خودش در از خودش محافظت میکنه. چرا؟ چون از این راه به خودش یک استقلال میده، خودشو طبیعی جا میزنه، خودشو همینی که هست جا میزنه، خودشو قائم به ذات جا میزنه و بنابراین سوبژکتیویته انسانی رو نفی میکنه.
مثلا ته داستان اوتوارینی اینه، اوتوارینی چیزی جز نفع سوبژکتیویته، نفع فعالیت انسانی در ساختن جهان. یعنی به نظرم بهترین کامنتی که میشه روی بوتواری گذاشت همینه، نفی سوژه است. چرا که تهدید پیش گفته نشان داده است، این خصلت بوتواری جهان کالا از خصلت اجتماعی ویژه کار سرچشمه میگیرد، کاری که مولد کالا است. سرشت را آزادود از چی میاد؟ طبعاً بعد از این هم میخواد توضیح بده که یعنی میخواد سرشت را آزادود رو باز بکنه از کالا. چه کار داره بکنه؟ میگه من با محتوی کالا کاری ندارم. میتونید که سرشت را آزادود کالا میشونه ازش مصرفی نیست. چیه که سرشت را آزادود داره میشونه؟ شکلشه، شکل کالا. حالا میگه این شکله از سه تا رابطه میاد. یکی این که حالا جای از حالا که نوع جلوبندی چیه من اینجوری میفهمم، میگه کار انسان در لحاظ ارزش شده، یعنی در ارزش عینیت پیدا کرده، در ارزش کار انسانی شکل ارزش پیدا کرده. دومین شکل داره از کجا میاد؟ اینکه مقدار کار انسانی شکل مقدار ارزش پیدا کرده. و سومین شکل داره از کجا میاد؟ سومین بچه شکل کار داره از کجا میاد؟ اینکه اون رابطه خاص کار انسانی بدل شده به رابطه اجتماعی محصولات کار، که بعد توضیحش داده یعنی چی؟ انگار یه رابطه یک بین اشیا در رابطه رفت آمده تا حالا که بعد اون فصل مبادله و گردش را جوش حرف بزنه. من فکر میکنم که اینجا دقیقا میخواد از این سه فرایند بدل شدن هر سه اینها تو یه چیز اینا مشترکن، بدل شدن یک امر جزئی مشخص تغییر پذیر به یک در واقع هیئت، وارد شدن به یک هیئت کلی عام و به ظاهر دقیقا همین تغییر ناپذیر، یعنی دقیقا شما در هر سه این فرآیندها بدل شدن کار انسانی به ارزش اون کالا، بدل شدن مقدار کار به مقدار ارزش کالا، بدل شدن رابطه کار به رابطه محصولات کار، در هر سه این فرآیندها که شکل سازی کالا رو بر عهده دارن، شما با فرآیند بیگانگی رو برید، یعنی با فرآیند دقیقاً یعنی اون بیگانگی در هر سه اینها هست، با فرآیند اون جدایی سر و کار داره، جدایی سوژه از خودشه، و هر سه این هاست که در نهایت شکل کالایی و اون ماهیت سحرآمیز رو بهش میبخشه. سه تا اولش اینه که به نظرم این میشه اینجوری فهمید که این سه تا مورد هم ارزن هم دیگه نباشن، مورد دوم و سوم بشه تحویل داد به مورد اول، چون من مورد اول رو الان بعدش این اول رو بکنم توضیح بدید که چرا میگه که مورد اول میگه این که کالا محصول کار انسان پنهان میشه، چون من اول اینو نمیگه. مورد اول دقیقا داره در مقابل به اون چیزی که صفحه پیش از انواع مشخص و مفید کار میگفت جا بدن. ببین جمله به نظر من جمله اینه، همانندی کارهای انسانی، این یه چیز ایجابیه دیگه، داره میگه کارهای انسانی که با هم هماهنگن در قالب همون مفهوم کار مجرد. اشتباهاً ببین اینجا یه چیزیه که گم شده دیگه، نمیگه ولی جمله این اشتباهاً شکل شیوار محصولات کار رو به خود میگیرن. این برای همین که دارم میگم اول یه تعریف ظاهراً یه حرف ایجابی داره میزنه، تعریف ایجابی داره میده، داره میگه چنین است ولی با اینکه کالاها محصول کار مجرد انسانی هست ولی در چشم ما خودشون رو به مسابه شکل شیوار محصولات کار جلوه‌گر میکنن، یا تصویری که از خودشون جا میندازن اینه که اشیای مستقل از کنش انسان. مثلا ساختار جمله این شکلیه. ببین من طوری میفهمم که داره میگه این کار مجرده داره تبدیل میشه به خود ارزش، تبدیل میشه به جوهر ارزش. خب و این اصلا به معنی این نیست که شما انکار کنید که حالا محصول این کار حاصل این کار نیست، یعنی اتفاقا دقیقا تو این شکل انتزاع کار مفید به کار انتزاعیه. داره میگه که کارهای یکسان شکل شیوار محصولات. اگه ادعای من بپذیری که پاراگراف بعد کامنتیه بر پاراگراف قبلی، ببین تو پاراگراف بعد یه ذره شفافتر میگه رمز و راز شکل کالا صرفا در این هم نهفته است که این شکل خصلت اجتماعی کار انسان را، این همون جمله اولی که الان خوندی،
به این شکل خصلت اجتماعی کار انسان را در چشم او همچون خصلت شیوار خود این محصولات، همچون اجتماعیت یافتن ویژگی طبیعی چیزها نمایان می‌سازد. در صورتی که چنین نیست. آره میفهمم، اما میگم این از خودش بر نمیاد، نتیجه یه جمله اول. به جمله اول مثلا اینو بگم، داره میگه که کار مفید تبدیل میشه به کار مجرد. اتفاقی که تو شیوه های تولید قبلی نمیافتاده. تو شیوه های تولید قبلی که داشتون گفت اون سه تا تعیین فراتاریخی ارزش رو داریم، کار مفید که خب همیشه بوده، کالاها همیشه محصول کار بوده، همیشه هم بر اساس یک نسبت با هم مبادله میشده و همیشه هم محصول شرایط مشخص اجتماعی بوده. اتفاقی که اینجا داره میفته اینه، یعنی اصلی ترین چیزی که اون دو تای دیگر داره تا به تصرار میده اینه که این کار مفید و کار مشخص داره تبدیل میشه به کار مجرد. این کار مجرده داره جوهر ارزش رو، مفهوم تاریخی ارزش به سرمایه‌داری رو میسازه اینجا. خب و اون دو تا اتفاق بعدی که حالا مقدار کارها تبدیل میشن به اون چیز، میشن زمان کار لازم، و دومی که مناسبات بین کالاها، مناسبات بین انسان ها رو میسازن، نتیجه اینه که خود ارزش اینجا داره تغییر میکنه. یعنی ارزشی که از اون کار مفید یه حالت انتظایی شده شده یه کار مجرد، این طبقاتش اینه که این دو تا اتفاق میفته. یه توضیح من رو ببینیم، دو تا شکلی که میگه توشه که اول دوم که کالا برای ما توضیح داده بود خیلی هم واضح بود، اصلا همه سرش نمیدون که شکل اول دوم رو توضیح بده. مسئله اصلا شکل سوم طالبان نگفته که میگه خودش هم میگه سرانجام و بعدش هم همه شما دیگه شکل سوم خودت میگه، اصلا قضیه تو شکل سومه. یعنی اون داریم واضح و روشن بود شکل اون شکل سوم. ببین ما سه تا شکل متوجه دارید دیگه، جمله بندیتون اینجوری شد، ما سه تا شکل نداریم. یه شکله ما بگیم شکل کالا، سه تا اتفاق میفته که سه تا اتفاق میفته که یه شی میشه کالا. یک دو سه، یک اینی که مسئول کار مجرد انسانیه، دوم مسئول مقدار مشخصی از این زمان کار چیزه، زمان کار مجرده، و سوم هم اینه که مسئول رابطه اجتماعی، مسئول سازمان اجتماعی کار. حالا اینکه دوتا را قبلا گفته بود سومی را الان داره میگه، چیزی تو اصل تغییر در اصل داستان نمیده. ما با یه چیز سرکار داریم، کالا، که مسئول این سه تا فرایند اینا به هم میرسن. این سه تا یعنی سه تا سویان، سه تا بودن از یه چیز، از کالا، کار مجرد، زمان کار مجرد، سازمان اجتماعی کار. خلاصه و خیلی فشردش بخوام بکنیم، اینا در نهایت، حالا حرف این رفیق ما در نهایت پیچوتابش این که ببین اینا خودشون نشون نمیدن به این مونوماسیا، اینا خودشون مخفی میکنن و حواس ما نیست که اون کالا که محصول این سه تا سازوکاره، محصول این سه تا فراینده، در واقع خودشو به یک گونه دیگری نمایش میده. سیمای یک ابژه طبیعی خارج از دسترس ما رو به خود میگیره، بت واره میشه. همه این مفهوم بت و بتوارگی اینا رو داره، دقیقاً برای همین میگه دیگه که بتوارگی کالا، بتوارگی تمامیت کالا است. حالا مثلا نیست که اون رکن سومش باعث بتوارگی میشه، این که یک کالا به چشم ما مثل یه بت، مثل یک فتیش میاد، فتیش به معنای همین بتواره میاد، محصول اینه که این سه تا فرایند گم میشه این وسط. مثلا دو تا اینجا میشن دو تای اولیت، حالا این گفتید شکل نیست، چیز شکل تازه به خود میگه. حالا سر این کلمه شکل همه چیز رو این شکل هم دید در سر شد، همه شکل تام، شکل نسبی، شکل کالا، در واقع خود کالا هست. حالا یکی میگه شکل کالا، در واقع داره کالا رو توضیح میگه. بله بله. ولی اینجا اون دو تا چیز اولی که چیز یا شکل اولی، این دقیقا متعین میشه تو کالا، توی کالا متعین میشه، اون به شکل ارزش متعین میشه، اون مقدار و جوهر. ولی اون سومی متعین نمیشه، سومی یک رابطه هست، رابطه ما نمیفهمه. مسماش نیست به نظرم که آیا اون دوتا متعین میشن، این سومی تعین پذیر نیست، رابطه است. نه، اینجا مسئلهش این نیست، مسئلهش صرفا اینه که هر سه اینها، هم کار مجرد، هم زمانه کار مجرد و هم سازمان اجتماعی کار که در پیوندشون با هم دیگه شیوه تولید کالایی رو دارن میسازن،
هر سه اینها، هر سه این ساز و کارها و فرایندها از مجرای خصلت بتواریگی کالایی در نهایت حق مطلبشون ادا نمیشه، در نهایت گم میشن و چیزای شبیه. تو پاراگراف قبل هم وقتی شروع میکنه که بگه خصلت رازآمیز کالا از کجا میاد، یه دور این ستا رو گفته، یعنی اینجا دوباره کار انتزاعی رو گفته، زمان رو گفته، تو یه خط هم شکل اجتماعی رو گفته، بعد میگه که خصلت رازآمیز کالا از این، از خود این نمیاد، از این میاد که اینها در چشم ما مخفی میشن یا شیواره میشن. آره مسئله همینه، برای همینه که هی میره سراغ چیزیه، دوباره گریزی به وادی پر ابهام مذهب بزنیم و اینا. خب اونجا قضیه رو خیلی شفافه دیگه، خیلی داستان روشنه. ببین باید ببینیم پرابلم این آدم چیه، اگر نمیگم تو جمله بندیاش یه جایی چیزی میگه و یه جایی ساخت، چون که من دارم ادعا ببینید اینو خیلی از مارکسیست هم ادعا میکنن، کاپیتال خیلی جاها ساختارت نوشتاری نامنسجمی داره، یه جای فراز و فرودهایی داره، یا حتی بعضی ها منتقد فسفندی های مارکس هم میدونم. این دعوایی هست که مارکس خیلی تو ویراست اول فسفندی منطقی تری داشت تا این ویراستی که استانداردی که ما الان داریم میخونیم. گفتم ترجمه یه چیز رو برید ببینید در سایت نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه فصل یک ویراست اولش رو برید ببینید، کاملا با این متفاوته و مثلا درش شکل ارزش خیلی پروپیمون داره که بعدن مارکس به پیشنهاد انگلس گفت خیلی پیچیده شده، سخت خواهد کرد برای فهمش و برای عوام، این شکلیش میکنه، سعی میکنه سادهش بکنه. یعنی میخوام بگم که حتی در فصل بندی کار هم حرف و حدیث و انقلت و اینها وجود داره. حتی خود تو مارکس هم هست که ای بسا کاش میتونستم مثلا به گونه دیگری فصل بندی بکنم. یعنی میخوام بگم اینا مهمه، اینا رو نباید نادیده گرفت. من خیلی جاها طرفدار اون تفسیر نیستم که سعی میکنه همین و هر ضرب و زوری که شده یه انسجام مارکسی رو به مارکس نسبت بده. مارکس خیلی از جاها منسجم حرف نمیزنه، خیلی از جاها مفاهیم رو جابجا به کار میبره. حالا در ادامه خواهیم دید مثلا یکی از مفاهیمی که بسیار جابجا به کار میره یه جاهای ارزش و قیمته، در صورتی که ارزش همون قیمت نیست، قیمت همون ارزش نیست. یعنی حتی مثلا کسانی مثل کمال خسروی اینا که خیلی دیگه آدمای چیزین، یعنی همه زورشون رو دارن میزنن میگن آقا دیالوگ کاپیتال یک کتاب تامه، و به قول کمال خسروی در دیالکتیک هیچ سکوتی نیست، راجع همین چیز حرف زده. تقریبا همینجوری روشن کرد. حتی اونا هم قبول دارن که مارکس خیلی از جاها واسطه یه جور سهل‌انگاری و اینا دچار خطاهای عجیب غریب و سهوی و اینا شد. مثلا به نظر میگم در همین جمله یه پاراگراف اول صفحه 100 این ناهمترازی بین جملات به نظرم به عینه خودشون نشون میده، و برای همین هم هست که اصلا در پاراگراف بعدی که تفسیر به نظرم پاراگراف قبلیه، اصلا جمله اون دوم این مقدار زمان اصلا نیست در تفسیرش. به هر حال پرابلم رو باید بگیریم چیه، بازم دارم میگم مسئله بتواریگی چیست، اینو باید بتونیم جواب بدیم در درجه اول. بعد حالا کلی ریزکاری های تکستوال هست که ممکن نفس همونو من میاره. آقا مارکس چرا اینجا گفته این مثلا، چرا یک کلمه، ببین یک کلمه دو کلمه گیر دادن کلن ما رو از اصل مطلب که بازم میگم هسته سخت مطلب که پرابلم مطلب دور میکنه. از وجه این میگم خیلی از جاها ممکنه که کل مسئله بر سر اینکه مارکس اونقدر دقت نکرده که کلمات درست به کار ببره، خیلی جا، یا اینکه هزار و یک جور ممکنه بشه ازش تفسیر کرد. ما ناگزیر از این که تو تفسیر گرچه من خودم این وسوسه رو بعضن یه جاهایی دارم و یه جایی میزنه بالا تفسیر منم، خیلی ملا نقطی مثلا میخوام تکلیف یک جمله رو مثلا همراه با شما روشن کنم، ولی به نظر میاد که خط درست تفسیری اینی که ما مسئله ها رو باز بکنیم، مسئله ها رو که بفهمیم. حالا میگم دنیای از ریزکاری و نکته سنجی میشود در قبال خود متن داشت، مثلا یک کلمه‌اش ممکنه بشه مثلا این مقاله بلند بالا نوشت، ولی این چیزی نیست که به نظرم لازم باشه. ولی فکر میکنم که به اندازه کافی حرف زدیم الان راجع بهش. هر ابهامی اگر هست که هست، هر تناقض تفسیری اگر هست که هست، بذاریم باقی نمونه، اینا رو اصلا نه سعی کنیم حل کنیم نه تعیین تکلیف کنیم براش. تو خیلی خوبه که این انقلت ها و حرف و حدیث ها بمونه و ما به رغم اینها بریم جلوتر.
دست کم فکر میکنم الان حرف اصلی مارکس هم آمین پرابلم بودپاریگی الان روشنه که چی؟ مورد دوم که شما گفتیم بچه سرگی نداره، میتونیم صرف با صورت زنگه خودتون بگیم که مثلا اینجا داره خودش رو نقل میکنه، وقتی این دوارت رو میگه همزمان نقلش هم میکنه که صرفا مقدار زمان داره شکل ارزش رو تعیین میکنه، فارغ از مقدار ارزش، فارغ از کیفیت کار انسانی، یعنی داره کمیت رو تسلط میده بر همون کیفیت که اینجا از اون نادیده گرفته میشه. خب ببین این روش مارکسه، میگه تا جایی که ببین این مهمه، تا جایی که مقدار ارزش برات مهمه، میخوای مقدار ارزش یک کالا رو تعیین بکنی، این قید مهمه، تا جایی که مقدار ارزش مهمه تو یک سنجه بیشتر در اختیار نداری، چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، زمان کار صرف شده برای تولید اون کالا. حالا این زمان بالا پایین میشه تو جوامع مختلف، تو دورهای تاریخی مختلف و از میزان بهره وری و غیره و غیره، ولی مقدار ارزش اصلا اسمش هم روشه دیگه، مقدار ارزشه، بنابراین کمیه و باید از مجرد اینجور کمی سازی بتوان مقدار ارزش رو پیدا کرد و این کمی سازی بله کسرت تفاوت‌های کیفی بین کارهای مختلف رو نادیده میگیره، ولی برای مارکس این تنها راه نفوذ به مقدار ارزش، بنابراین از اون نقدی در کار نیست. خط اول اونجایی داره از اون مورد دوم صحبت میکنه، مقدار زمان رو که داره میگه برای مقدار از میجر استفاده میکنه، چی؟ همون خط اول توی این مورد دوم داره وقتی از مقدار زمان نیروی کار انسانی مصرف شده، یعنی اونجایی که کار هنوز تبدیل نشده کار مشخصه صحبت میکنه، از میجر استفاده میکنه. بعد که میاد میگه میجر چیه؟ میجر از میجر از میجر استفاده میکنه، پایین که میاد از مگنیتیود استفاده میکنه، یعنی اونجا دقیقا حالا اگه یه تنین هگلی داشته باشه اون میجره دقیقا کمیتیه که کیفیت درش وجود داره، اونجا که همزه از کار داره هیچ ذره کیفیت در کار مجرد وجود داره، دقیقا توی یه جمله این بالا از میجر استفاده میکنه، پایین از مگنیتیود. میجر برای چی میذاره؟ معادل چی میذاره؟ برای مقدار زمانی که نیروی کار انسانی مصرف شده میجر رو میذاره، این مقدار بالا رو فارسی رعایت نشده، جفتش مقدار ترجمه شده، اما پایین شکل مقدار ارزش، شکل مقدار ارزش محصول کار، مقدار اینجا ترجمه مگنیتی بوده، دقیقا انگار کیفیتش ازش صرف میشه و به کمیت صرفی تبدیل میشه. مارکس منتقده نه؟ خانم اون جمله یه چیزو از اسکندری میخونید؟ چه پس این شکلت معمایی محصول کار که به مجرد شکل کالا یا گمبوز میکنه از کجا ناشی شد؟ به مجرد چی؟ به مجرد شکل کالا یافتن. خب از کجا ناشی شد؟ که منشأ آن در خود همین شکل، حالا توضیح میدم اون چیه؟ یکی تساوی کارهای انسانی شکل واقعی برابری بین شریعت ارزشی محصولات کار به خود میگیرد. تساوی کارهای انسانی شکل واقعی برابری بین شریعت ارزشی محصول کار را به خود میگیرد. خب این یکیش معما. یه معما دیگه اندازه گیری مصرف نیروی کار انسانی، اندازه گیری مصرف نیروی کار انسانی به وسیله زمان صورت مقدار ارزش محصول کار رو میگیره. اینا اینجوری به هم تبدیل میشن که معما میشن. بس میجر رو به جای مقدار گذاشته اندازه گیری. اونم که میشه هدف روابط اجتماعی. بله مرسی. روابط اشیا در ترجمه هادیان کسی داره داری؟ پس این ماهیت جادوی محصول کار که به منز شکل کالا به خود گرفتن این محصول به زیور میرسد از کجا ناشی میشه؟ پیداست که از خود میشه. به این ترتیب با کالا شدن محصول کار، اولا یکسان بودن تمامی انواع کار انسانی از این طریق محصولات آنها همه به یکسان ارزشن و ارزش بودن آنها به ارزش بودن آنها به یکسان خصلت عینی دارد، شکل فیزیکی به خود میگیرد.
انسانی هم مقدار مصرف قوه کار انسانی که بر حسب این هم مقدار بذاشت یه بار دیگه بلند بلند اینو بلند انسانی هم مقدار مصرف قوه کار انسانی که بر حسب طول مدت آن سنجیده می شود شکل مقدار ارزش محصولات و بالاخره سالسان روابط می اوکی اوکی ترجمه این چیزی شما مقدار هم دوتنیش مقدار نیمی به نظرم اصلا مهم نیست هیچ کدومش تفاوت عمده با هم دیگه نداره چه مقدار بذاریم چه اندازه‌گیری بذاریم چه میجر رو حتی مثلا سنجه یا معیار هم حتی ترجمه بکنیم دخلی تو اصل داستان ایجاد نمیکنه مگر اینکه کاری که تو میخواستی بکنی رو ببری توی یه ترمینولوژی هگلی مثلا جایی که هگل از میجر داره میزنه چی مد نظرشه بعد بگی که میجر با مگنیتود مثلا یه تفاوت‌های بارزی دارن که من واقعا فکر نمیکنم مارکس میخواسته اینو منتقل بکنه نمیدونم بذاریم این بمون خب ادامه بدیم 101 پاراگراف 2 نخست از طریق مبادله است که محصولات کار به مثابه ارزش عینیتی اجتماعی و یکسان می‌یابند که از شیئیت محسوس و متنوع آنها به مثابه شیء مفید متفاوت است. خب همین جمله اول یه تمایزی داره میذاره بین عینیت اجتماعی و شیئیت طبیعی یا شیئیت محسوس، نه؟ داره میگه ببین داره از یک کلمه عجیبی داره استفاده میکنه که به نظرم اینجا بسیار پا میده به تفسیرهای پدیدارشناختی. داره میگه سوشیال ابجکتیویتی، یعنی عینیتی که به ماهوه نیست. ارزش یک کالا به خودی خود خودش رو نشون نمیده. ما این رو جلسه پنجم و ششم بحث کردیم، یادتونه تو فصل شکل ارزش گفتیم در بخش شکل ارزش سوال مارکس این بود دیگه، ارزش از مجرای چه شکلی خودش رو بیان میکنه. گفتیم دو تا مفهوم اونجا برامون مهم بود، مفهوم خود مفهوم فرم و خود مفهوم اکسپرژن. ارزش مکنونه، پنهانه در کالا، یه جایی در یه نقطه‌ای ولی خودش رو آشکار میکنه. واجد چیه ارزش؟ عینیت شبهوار، دوباره اون ترم که گیر کردیم توش دیگه، گیر که نه گیر دادیم به این مفهوم. این چطور عینیت میتونه شبهوار باشه؟ از بخش شکل ارزش به بعد دیگه فهمیدیم منظور مارکس چیه. میگه یک عینیت عینیه، ابجکتیوه، یعنی یه جورایی در خود کالا مندرجه از مجرایی که کالا محصول کاره، اما این عینیت انگار مخفیه، همین مکنون و پنهانه، یه جایی باید خودش رو آشکار کنه، یه جایی باید خودش رو بیان کنه. کجا این کار رو میکنه؟ پین مبادله، یعنی جایی که وارد یه رابطه میشه. به تفصیل جلسه پنج و جلسه شش راجع به رابطه ارزشی حرف زدیم. اصلا مبادله رو شما مثلا رابطه ارزشی بفهمید، یا به تعبیری رابطه بین هم ارزها بفهمید، هم ارزش ها بفهمید. اینجا هم دوباره داره این رو، این دوباره داره همین بحث رو پیش میکشه و با همون ترمینولوژی ها. جمله رو ببینید، از طریق مبادله است که محصولات کار به مثابه ارزش عینیت اجتماعی پیدا میکنه، یعنی عینیتشون به یک معنای محصول چیه؟ دوباره محصول ریلیشنه، یعنی تا این ریلیشنه، تا این رابطه، این نسبته، یعنی مبادله برقرار نشه این عینیت خودشو نشون نمیده، دست خودشو این عینیت رو نمیکنه. عینیت ارزش ها، داریم روش به عینیت ارزش حرف بزنیم. و جالب اینه که مارکس داره عینیت ارزش رو، یک عینیت اجتماعیه، یک عینیت سوشیاله، یعنی یک عینیت ریلیشناله یا عینیتی از مجرای رابطه، با یه مفهوم دیگه‌ای که شیئیت محسوس باشه در تقابل میذاره. شیئیت محسوس همین کالبد طبیعی و کالبد مادی و کالاست. این جمله هیچ چیزی نیست جز طول و تفصیل دادن به همون تعبیری که بریک اول از کالا به دست داده بود. همزمان شیئیت محسوس، چرا؟ چون شیئیت داره، مادیت متریالیتی داره، چون متریالیتی داره ملموسه، میشه توصیفش کرد، میشه شکلش رو توضیح داد،
و هم فراسوی حواسه، چون ارزش فراسوی حواسه، ارزش رو با حواسمون، ارزش یک کالا رو با حواسمون نمیتونیم تصور کنیم، فقط از مجرای محاسبه مقدار زمان اجتماعی که صرف تولید شده میتونیم محاسبه بکنیم. پس حواستون به این تمایزه باشه. این انشقاق رسماً در از یک انشقاق بین چی و چی، عینیت اجتماعی کالا و شیئیت محسوس کالا، این انشقاق محصول کار به شیء مفید یعنی شیئیت محسوس یعنی ارزش مصرف و شیء واجد ارزش که این ارزش چنان که دیگه باید تو ذهنمون حک شده باشه فقط در یک رابطه اجتماعی دست خودش رو میکنه و عینیت پیدا میکنه، عملا هنگامی فعلیت میابد که مبادله پیشاپیش از چنان گسترش و اهمیتی برخوردار شده است که اشیاء مفید با هدف مبادله تولید میشه، یعنی جامعه سرمایه داری، یا به تعبیر شیوه تولید کالایی یا فرماسیون اجتماعی که شیوه تولید کالایی درش دست بالا رو پیدا کرده. اگر یه نفر از شما بپرسه شیوه تولید کالایی چیست، دیگه میتونید توضیحش بدید. شیوهی که یا سازوکاری که کالا پیشاپیش محض مبادله یعنی محض اینکه واجد ارزشه تولید میشه، نه برای اینکه ارزش مصرفی داره. اما بلافاصله میتونید اشاره کنید که شیئی که واجد ارزش مصرفی نباشه، یعنی هیچ ارزش مصرف نداشته باشه، حتی اگه محصول کار انسانی هم باشه، در نهایت فاقد ارزش مبادله خواهد. یعنی کاملا در نهایت به هم دیگه هم بستن. یاد کدوم بخش میفتید؟ این جمله آخری گفتم تا انتهای بخش اول فصل اول پاراگراف آخر صفحه 70 دارم میخونم، دو خط آخر: هیچ چیز نمیتواند بدون آنکه شیء مفیدی باشد، یعنی بدون اینکه ارزش مصرف داشته باشه، ارزش داشته باشه. یعنی این دو تا جمله رو باید بتونید در نسبت با هم توضیح بدید. شیوه تولید کالایی شیوه تولیدیه که کالاها از همون آغاز محض مبادله تولید میشن، اما بلافاصله با جمله بعدی مارکس هم پشتبندش اضافه کنید که شیئی که مفید نباشه، یعنی ارزش مصرفی نداشته باشه، یعنی به درد کسی نخوره، چون تولید کنه برای تو بازار سادش کنیم دیگه، خریداری براش وجود نداشته باشه، به قول مارکس نمیتواند ارزش داشته باشه حتی اگه محصول کار انسانی باشه. مفید بودن نه شرط لازم کافی نیست. برای چی؟ شرط لازم برای شرط کافی برای که کالا بشه. دو تا شروط شرط بشه. مثلا اینکه شرط کلونش لازم کافی. احتمالاً بشه این کارو کرد. احتمالاً تولیدش نمی‌کنه چون می‌دونه مبادله اتفاق نمی‌افته. ببینا همبستن با هم دیگه. متوجه این تنش درون این دو تا جمله هستید دیگه؟ در جامعه سرمایه‌داری کالاها تولید میشن محض مبادله، یعنی محض اینکه واجد ارزشی ان که میتوان ارزش اونها رو با ارزش کالاهای دیگه به میانجی پول مبادله کرد. اما این رو هم میدونیم هیچ کالایی که ارزش مصرفی نداشته باشه، یعنی مفید نباشه، یعنی ساده 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 خریداری براش در بازار وجود نداشته باشه، نمیتونه ارزش داشته باشه. این ما رو برمیگردونه به یکی از مهمترین تنش‌ها درون کل سنت مارکسیستی، نظریه ارزش. یعنی چی؟ تنش بین، حالا در ادامه به این میرسیم، تنش بین این که ساعت ارزش در قلمرو تولیده، یعنی در محض لحظه تولیده که ارزش داره، ساخته میشه، آفریده میشه، یا در لحظه مبادله، یعنی در لحظه چی؟ بازار یا مصرف هست که ارزش محقق میشه. خیلی تنش و دعواست بین مارکسیست دیگه. خیلی معتقدن که آقا کالا به محض اینکه کالا میشه، یعنی محض اینکه تولید میشه، یعنی قلم تولید واجد ارزش هست. مثلا خسروی به نظر یکی از خطاهای تحلیلیش
همینه که تمایز بین ساحت تولید ارزش و تحقق ارزش رو جدی نمیگیره. حالا برای کسایی که این تفاصیل رو دارن دنبال میکنن بگذاریم، کاتش کنیم، ولی پس حواستون به این نکته باشه. بود بسیار نکته مهمیه برای فهم بحث مارکس. این انشقاق محصول کار به شیء مفید و شیء واجد ارزش عملا هنگامی فعلیت مییابد که مبادله پیشاپیش از چنان گسترش و اهمیتی برخوردار شده است که اشیای مفید با هدف مبادله تولید میشوند و در نتیجه خصلت ارزشمندی اشیا پیشاپیش و از همان هنگام تولید مد نظر قرار میگیرد. از این لحظه به بعد کارهای خصوصی تولید کنندگان در واقع خصلت اجتماعی مضاعفی پیدا میکنند. کجا؟ هم که مشتر اون پیچیده تر این داستان میشه، بعدا بهش میرسی. تنش بین تولید ارزش و تحقق ارزش. تولید ارزش همون زمانی که کالا داره تولید میشه از مجرای کار من و شما، اما صحبت سر اینه که آیا در همون لحظه تولید ارزش هم داره خلق میشه یا نه، ارزش تازه زمانی که مبادله میشه فعلیت پیدا میکنه، تا قبل از اون مثلا تفسیر هاروی اینه دیگه. هاروی مهمترین مفسریه که تمایزی بین قلمرو تولید ارزش و تحقق ارزش میذاره. یعنی مثلا تمایزی میذاره بین عرصه کارخانه و عرصه بازار. میگه مثلا در کارخانه اون قلمرو تولید ارزش تولید میشه، ولی تولید ارزش لزوما مترادف با تحقق ارزش نیست. تازه زمانی که مبادله میشه، مثلا میره در بازار فروخته میشه، که ارزش تحقق پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه. بنابراین هاروی تمایزی میذاره بین ارزش نهفته یا به قول خودش ارزش بالقوه که در لحظه تولید اتفاق میفته و ارزش بالفعل که در لحظه یا ارزش تحقق یافته که در لحظه مصرف در بازار از خلال مبادله که خب به قدرت پولی من و شما برمیگرده، ما مصرف کنندگان. این خیلی بحث جدی و خرکیه، بذارید بهش میرسه، مثلا خود مارکس مطرحش میکنه از فصل دو به بعد، ولی الان فقط دستگرمی آماده باشید که ما با این مفاهیم هم سرکار خواهیم داشته بدن. از یک سو آنها باید همچون نوعی کار مفید معین نیاز اجتماعی معینی را برآورده کنند، کالاها، و به این ترتیب به مثابه حلقه ای از کل کار اجتماعی و عضوی از نظام خودپوی تقسیم اجتماعی کار اعتبار یابند، و از سوی دیگر این کار تنها زمانی میتواند نیازهای چند جانبه خود تولید کنندگان را برآورده کند که همه انواع کارهای خاص و مفید با یکدیگر مبادله پذیر یعنی همپایه باشند. یعنی همه کالاها به رغم اینکه محصول کارهای متفاوتی هستند، یک کار مشترکی هم توشون باشه، یه جور کار مشترکی هم یا کار یکسانی هم توشون باشه، این همون کار مجرد. برابری به معنای تام میان انواع متفاوت کار تنها میتواند نتیجه تجرید از نابرابری های واقعی آنها باشد، یعنی نتیجه تحویل آنها به خصلت مشترکشان، به خصلتی که آنها را به مثابه صرف کردن نیروی کار انسانی به مثابه کار انسانی بی هر گونه تشخصی دارند. اینجا دارد چی حرف میزنه؟ کار مجرد، یا به تعبیر نیچه‌ای، اینجا خیلی روح نیچه، اتون نیچه بعدش اومد، ولی خب برابرسازی چیزهای نابرابر. حالا میشه اونجا یه معادلیابی هایی کرد. نیچه کجا از برابرسازی میگه؟ چی برابرسازی میکنه چیزهای نابرابر رو؟ کانسپت، و هر کانسپت هم محصول انتظار، محصول تجریده دیگه. برای اینکه شما مفهوم کانسپت انسان رو بسازید باید چیکار کنید؟ برابرسازی چیزهای نابرابر کنید دیگه. چیزهای نابرابر چی هست؟ همین انسان های واقعی و انزمامی که هیچ کی با هیچ کی برابر نیست. تا دلتون بخواد اینجا پر تعین هاییه که ما ها رو از هم جدا میکنه.
از جنسیتمون، طبقهمون، نژادمون، زبانمون و غیره و غیره و غیره. اما مفهوم نمیتونه ساخته بشه در مقام یه امر کلی مگر از مجرای انتزاع تجرید، از همین تعین‌های انضمامی که ما رو تبدیل به این انسان یا آن انسان می‌کنه. مفهوم کلی انسان که قراره با همه ما توش برابر باشیم با هم دیگه، خودش مسئول این نادیده گرفتن نابرابری هاست. برای همینه که نیچه حرف مهم میزنه، میگه در هر کانسپتی خشونت هست. چرا خشونت کجا میاد؟ هم نادیده گرفتن نابرابری ها، تمایز ها و تفاوت ها. چون شما خواهید مفهوم کلی بسازید، انسان بسازید، مجبورید که سرکوب بکنید، مخفی بکنید، نادیده بگیرید تمایز ها رو، یا به قول خودش نابرابری ها رو. نابرابری رو اینجا معنی بد کلمه نفهمید دیگه، تو هم مسابقه تکینگی ها بفهمید، سینگولاریتی ها بفهمید، تفاوت ها و تمایز ها بفهمید. به این معنا داره میگه که اینجا ما باید، مارکس هم دقیقا داره از برابرسازی چیزهای نابرابر حرف میزنه در کسوت مفهوم کار مجرد یا کار انتظاری. میگه دقیقا این اتفاق میفته در کدام شیوه؟ در شیوه تولید کالایی که انواع، در واقع انواع متفاوت کار داره با هم مبادله میشه. کار یک بنا و کار یک جوشکار داره واره، البته به میانجی پول داره اتفاق میفته. همه سوال مارکس اینه که چطور ممکنه که این تنوع و این کثرت کارهای متفاوت رو بشود با هم مبادله کرد؟ کارهایی که با هم قیاس ناپذیرن، یا به تعبیری چگونه میتوان قیاس ناپذیرها رو با هم قیاس کرد؟ کارهایی که نمیتونید بذارید کنار هم دیگه، نمیتونید هم شأنشون کنید. میگه فقط یه رو بیشتر نداره و اون اینه که اونها رو فقط از حیث کار یکسانی که درشون هست، یعنی از حیث کار مجردشون، به قول خودش چی؟ بی هیچ تشخص، یعنی بدون اینکه تعین اون کار مد نظرمون باشه لحاظ بکنه. ببینید دوباره، برابری به معنای تام میان انواع متفاوت کار تنها میتواند نتیجه تجرید، و این تجرید حواستون باشه کار ذهنه که مایند، مایندی که ذهنی که به اتکای قوه انتزاع عمل میکنه، تنها میتواند نتیجه تجرید از نابرابری‌های واقعی آنها باشه. یعنی نتیجه تحویل آنها، ریداکشن، بازم حواستون باشه که کلمه هم کلمه ریداکشنه که معنی فروکاست و تقلیل هم میده دیگه، تحویل آنها به خصلت مشترکشون. هر چقدر متفاوت باشن ولی یه چیز مشترک دارن، یعنی اشتراک به رغم اختلافه. اینجا کار انتزاعی در واقع اشتراک به رغم اختلافه، یا به تعبیری به رغم اختلافاتشون اشتراکاتشون رو جدی گرفتن. چی مسئول عقل و نیروه؟ گفت دیگه صفحه پیش، مسئول همه این است، حاصل به کار گرفتن مغز، اعصاب، عضلات، اندامهای حسی انسان. صفحه 99 پیش. خب یعنی نتیجه تحویل آنها به خصلت مشترکشان، به خصلتی که آنها به مسابه صرف کردن نیروی کار انسانی، به مسابه کار انسانی بی هر گونه تشخصی دارند. مغز تولید کننده منفرد این خصلت اجتماعی مضاعف کارخیش را تنها در شکل‌های متجلی می‌بیند که در مراوده واقعی مبادله محصولات صورت می‌پذیرد. به این ترتیب که خصلت اجتماعی مفید کار خاصش را زمانی می‌بیند که در محصول کار، آن هم کاری که برای دیگری مفید است، تجلی یافته باشد. این همون چیه؟ شکل نسبی ارزشه دیگه. زمانی که کار اجتماعی خودش رو در محصول کاری که برای دیگری مفیده متجلی ببینه، و خصلت اجتماعی برابر انواع گوناگون کار را هنگامی می‌بیند که در شکل ارزش، در شکل مشترک همه این اشیای متفاوت مادی، یعنی محصولات کار، ظاهر شده.
بنابراین اگر انسان‌ها مسئولیت کار خود را به عنوان ارزش با یکدیگر در ارتباط قرار می‌دهند، به این دلیل نیست که آنها یعنی انسان‌ها این اشیا را صرفاً پوسته مادی کار همسان انسانی تلقی می‌کنند. برعکس، انسان‌ها در جریان مبادله محصولات کار خود آنها را به منزله ارزش با یکدیگر یکسان می‌گیرند و تازه از این